بشه مشم نصب نسل یخ پایشای وید خنان استفه نتیبور شالوم معمار تفیلت موشه تفیلای موشه ربینو وید خنان رشم وید هایی نمور در اون موقع بودش که موشه ربینو اومد و تفیلا خون دعا کرد به هشم وید خنان در واقع اون التماس کرد بدین صورت التماس کردن لومر هشم ملوکیم اتا اخیلوت ارعوت اد عبدخا اد گدلخا و اد یدخا خزقا اشر می کل به شمایم ورلس اشه یسته که مسته خا و که گروخه خا اقلش برای خوب تو آگاهی داری که بزرگی شما بی انتهاست که پروردگار آسمان و زمین هستی و اعمال تو دنیا رو تو پر کرده بزرگی تو و آمه خزا خخامی فرماین شموشه ایت پلل تات خوف تت واب تاب تت تت واب تفیلاتو 515 بار موشه ربینو اومد به درگاه هشم تفیلا خوند کمینیان و اتخنان که در واقع حروف ابجد و اتخنان میشه 515 به ساریخ بیور 515 بار دعا کرد هشم اجازه بده من وارد سرزمین اسرائیل بشم. خب ما باید توضیح بدیم شهر کل مینیانو شد موشه حیو رق لحسود ادراسون هشم اگه موشه ربینو همه کارش این بودش که درخواست هشم انجام بده اومدو ها هبل هفسیر تفیلوت لیکانس لیرس اسرائیل اخ هشراکی انزه راستون هشم. تو بنابراین سوال چرا اینقدر موشه ربینو اومد التماس کرد به هشم 515 بار دعا کرد که خدایا اجازه بده من وارد ارس اسرائیل بشم؟ خب اگه متوجه شد که خواسته هشم اینطور نیست چرا اینقدر پافشاری کرد؟ بهینه سو آورده شده در کتاب های مقدس شهل و هایا که اگه مشرب به نو علاوه شلوم وارد ارس اسرائیل شده بودند و با اونو اد بیت امیقداش و اون بیت امیقداش رو ساخته بودش مشرب به نو لو هایا شیخ شیخ رب بیت امیقداش دیگه هرگز خانه مقدس به تعمیق داشت نمیتونست ویران بشه او که از شر اسرائیل هایو خود ایم لو های عقادش بارخو مخلا خمتو به عستیم و عوانیم که اگه موش ربنو میومد و واید ایرس اسرائیل میشد و برای همین میشد کسی که به تعمیق داشت رو میساخت و نهایتا نهاینده یهودی ها میومدن اشتباه میکردن دیگه هشم نمیتونست بیاد اون خانش رو بگیره اون چوبا و سنگا رو نابود بکنه به جای یهودیان به خسف شالوم هایتا نگذرت علیه هم کهله و اگه نه خسف شالوم این گذرهایی میومده روی یهودیان اومیستم مایه در موشه و همین موشه ربینو میدونست این مطلب عرضه اومدو احید خنن خاف خاف کل کخ لیکن ببخشین و اومدو لیت خنن کل که لیکانس در اسرائیل برای همین چرا اینقدر پافشاری کرد که وارد اسرائیل بشه؟ میفرماین هو میدت خسر و رحمیم و الوکیم هو میدت هدین سو اسم خداوند اسم الوکیم به اسم دینه اسم یودکه واکه به عنوان رحمیمه و خین آتا هخیلور عراعوت اد عبدخا اد گلدخا وید یادخا خزقا ده گلدخا هو میدر خسد که بزرگی هشم را اشاره میکنه به تو پاسوق بزرگی هشم یعنی خسد هشم ویادخا خزقا هی میدر اگه بوا اینکه تو پاسوق میفهمید که دست قوی تو داره اشاره میکنه به اون صفت جبروت هشم به خن ساریخ بیور عمر اشل میل نیدن به شمایم وارس اشل یسته که مسته خواه و که گروه تیخا
لشه ما آمر و شما این وارس چرا پاسخ گفته شده که بزرگی هشم در آسمان و زمین به خیل مرش آمر که بروته که بزرگی شما که عیزه گورا ساری خیا بیخته مشربنو علا و شالا میکنه سرسی ساری چه بزرگی بوده در برابر اینکه موشه ربینو وارد ارس اسرائیل بشه و به مش بیغش عبرانا و عره اتحار ستوبا چرا موشه ربینو اومد اینقدر پافشاری کرد که اجازه به در قدش بارو خوب که اون سرزمین ارس اسرائیل رو ببینه سرزمین اتوبا هر اتوب هزه و الوانون این کوه خوب و اون لبنان و پیروش خزر خخامیم توضیح میدن هر حتی زو یروشالایم یه کوه خوب این داره اشاره میکنه به یروشالایم و لبنان زه بیت المقدس لبنان داره اشاره میکنه به بیت المقدس یش لعوین لاما هایا ساریخ لدگیش به میوخات ال یروشلم و به تمیق داشت چرا موشه ربنو از این همه جاهای ارس اسرائیل میخواست در واقع یروشلم و به تمیق داشت رو ببینه چرا؟ ویش لومر هاینیان یکی از جوابهاییست ویش لومر هاینیان دهینه کشر یش گزرار هادم یش شزه میدت اگه بورا بیخته لحنشو زمانی که روی آدم یک حکم میشه گزرایی میشه همچنین یک صفت قوی وجود داره به خاطر اون مجازاتش یک دلیلی وجود داره ویش گود میمیده تا خیست شعام نم نیره که گزرا را او به اسام هول گمره میمیده تا خیست لطوات آدم که همچنین موقعی که یه خوبی هست یک احسانی هست یه خوبی هم تو آدم وجود داره که اینو میاره ورق شخاصر مخوسه و نیتسر و که ما مرشزه شموشه لو نیخنست ارس اسرائیل هایا میتوبت اسرائیل که میفهمین از این که ارس اسرائیل و مشرب نونف ببینه این خوبیتی داشت برای یهودیا بزه و شامر موشه هشه ملوکیم شبیغش ال شنه همین دوت ملوکیم بین امزه میدد خسر و بین امزه میدد هدین بخن ام گلخا وید یدخا خزاقا شگم گم که میدد خسر و میدد هگه بورا شمید پله لگه زارا میخن شهی که منظور مشربنو بود هشه بیا اون گزرای بعدی که وجود داره رو باطل بکن و از بیغش این بودش که موشه ربنو از هشم خواهش کرد می کل و شمای وارس اشای یعسو که مستخا و گیورتخا شعف امزه لطوبت اسرائیل هره اتا یخول لشدر کل هر خود امی یومن لخا ما تعسه یعنی موشه ربنو به هشم گفت هشم شمایید که تکلیف بیتونید مشخص کنید هیچ کسی نمیتونه به شما بگه چی کار کنی برای همین بیا و طبق بزرگی خودت بزرگی بکن و این مهره ها رو طوری تغییر بده که من بتونم و یا خل اتال اصور شکرنست ارس اسرائیل که بتونم من که به من اجازه بده که من بتونم وارد ارس اسرائیل بشم و افل پیکن یه خسد و این کارم بکنی اینم خسده به هن اگه بوراد شبیقش همه میخورد ال بیت المقدس شیبانه هو اوتو و افلپیکن یه خاصل ال اسرائیل شیستنوم میخیل شزه هو شیدور همه اراخات در معلا مینه تیبه سو موش ربینو از هشم میخواست که هشم بیایی کار غیر طبیعی انجام بده اجازه بده من به ارس اسرائیل برم و بیت المقدس هم آباد بشه ولی اگه یهودی ها گناهی کردن این بیت المقدس ویران نشه به خوزه للمنو با شیاخ سرخال یو تفیلاتو شد یهودی از اینجا ما اهمیت تفیلای یک یهودی رو یاد میگیریم
کشه موقش عیز دوار معقولش بر خوب شه اوم نام و دای هکول میسد تو کیا قدش بر خوب خافز رق لیتیب شه من در خطوب لیتیب که حتی با وجود این که همه چیز برای ما اتفاق میفته همش خوبیه و هشم فقط خوبی میخواد اخ ای وقش من قدش بر خوب شهکول بیادو شیعگی ایلو هخیصد اف و اونن شتیت بطه لگزارا. با این وجود آدم درسته که همه چی برای خوبیه، ولی آدم نگه نیاد بگی خب این گزارای برای من شده سخت ایمی نداره. نه، باز تفیلا بخون که سختیه بره یه به حالت خوبی بشه. همونطور که مشهر ابینو میدونست همه چی برای خوبیه، ولی میخواست خوبتر باشه. وزه و امرو بشمای موارس چیزی که پاسو میفهمید که در آسمان و زمین شامر یه میفهمین در خخامی میشه به اولام هزه هو روی اتکل حسارود و اوبرود الکلال اسرائیل اخ کشر هو میتعله لعلموت حالیونیم لوقش علیهم لخمیم هر ایو روی شه به استم هکل توبا. که ما تو این دنیا سختی ها رو میبینیم، ولی اگه از دنیا آسمانی ببینیم میبینیم که حتی تمام اون سختی هم توش کلی خوبی نهفته بوده. شکل هنهاگر رقادش باخون اسرائیل و کل مهش اوور علیه هم زه رقل توبا تام، که تمام خوبی هایی که هشم برای ما میکنه فقط برای خوبی ماست. و خلکخ که اشر هو یورد شوب لازه حالم روه شوب اخ شکلل اسرائیل نمق بس روتاب الکن هو مبقش به شه میتبارخ هره اتا نیمسا به شمای موارس. به همین مشربینون داشتش به هشم میگفت هشم شما در اون دنیای آسمانی هستی، تعذر کمک بکن به توشه شیه رق تو هن به شورشو و هن به گیلوی به اونم ازه هشم کمکی بکن که اون خوبی تو فقط در این اولام هزه حس بشه. و زهو شبیغش موشه اشر می ال و شمای موارس. این چیزی بودش که موشه ربنو در پاسخ در اشاره میکنه. خداوندی که در آسمان و زمین هستی، هره عطا نیمسا به شماییم، که شما اون دنیای روحانی رو میدانی و دنیای علام ازه رو میدانی و یا خل قیم بیت عدواریم و میتونی هر دوتا در هر دوتای این دنیا خوبی رو به جامعه عمل برسونی. تأسه شیه حتوب کفی شهو به شرشو بس شماییم، برای ما خوبی انجام بده همونطوری که در آسمان به نظر میرسه که اینجا هم به خوبی باشه. میبلی شیعی حرب آرس که اصلا هیچ بدی چوش نباشه، حتی برای ما انسان ها که کل تصویر رو نمیبینیم، یعنی 100% خوب به نظر بیاد. که این موقعی بوده که موشه ربینو هم میترسه باید استثارت بشه و اینیان چه موشه حفظیم اون که اومد موشه ربنو این همه تأکید کرد اب شهایا ایود نیمان شکل تخلیتو لعصد ارراسون هشم. حتی با وجود این که موشه ربنو یک خدمت گذاره با اطمینان هشم که خیلی هشمش مطمئن بوده، ولی با این وجود میخواسته و اون خواسته هشم انجام بده. هره راسون هشم هایا شلوی کانست در اسرائیل. خواسته هشم این بود که موشه ربنو وارد سرزمین اسرائیل نشه. یه شلوم هشکول اتفیلوت لو هایو عبور اسمو. و همین جواب اینجاست، تفیلای موشه ربنو برای خودش نبود که این بیشویل کلال اسرائیل، این فقط به خاطر قوم اسرائیل بود. شیعه کبار حتیقون اگامور وزه هیتخیل بهت خنان رشم بهت هایی هینو اخش که زمانی که اومد موشه ربنو تفیلا خون به هشم کی بود؟ موقعی بودش که
این سیخون و اوگو از بین برده بودن و اخنیا و بیتول ات شنی حق لیپوت حقا شد به یوتر شمن اوم اسرائیل لیکانس از اسرائیل. اینا دوتا قدرتمند قوی بودن که اینا رو ماشه ربه نومد به کمک هشم نابود کرد. اون میدونیم سیخون یا اوگ اون قول اوگو اومد ماشه ربه نو تیکرش رو کرد نابودش کرد که به این وسیله بیادش و دوتا صد محمدی که وجود بوده برای برده اسرائیل ها رو به سرزمین اسرائیل از بین برد. به ساور موشه شخشا و موشه ربنو فکر کرد که الان هزمن موشخار لیتیقون هگامو که الان موقع بسیار خوبیه که کامل بکنه تمام این نقصان ها رو. شکل هبه ریا تگیه لیتیقون ها هگامور که دنیا میتونه به اون هدفش برسه. و ایقویام و ات روح حتوم ها حویر مینارست که اون نیروهای پلید و شیطانی و ناپاک از دنیا دیگه از بین رفته. اومی میلا که با لوها یا خشش بین یخ تو اسرائیل وی اخلا خسر شالوم خماتو باهم. و برای همین هیچ خطایی برای اسرائیل نبود که هشم بیاد از اونا خشمگین باشه در دنیای ما. الزه هایو کل برای همین تمام این 515 تا تفیلوتو موشه ربنو شید بله موشه بر اومد به هشم خون که هشم اجاز بده من به ارس اسرائیل برم. لو ال اسمو نه به خاطر خودش که این شکلن اسرائیل ایسکو که وال تیغون گامور بلکه این به خاطر بین اسرائیل بودش که موشه ربنو فکر میکرد که بدین وسیله به اون هدف واقعی و کامل خودشون برسن. و الیده ایکانست در ارس اسرائیل و ایبانه به تمیق داشت یه حتیقون هگامور ولو یه یوتر اخشش شیخ خط او اسرائیل که موشه ربنو فکر کرد که چون که اسرائیل الان دیگه هیچ خطایی ندارن و نیروهای پدید از بین رفته الان بهترین موقع است که وارد ارس اسرائیل بشه که بتونه به تمیقداش رو آبارد کنه و با اون شرایطی که بین اسرائیل اون موقع داشتن هرگز خطاکار نمی شدن. برای همین هیچ وقت مشکلی به وجود نمی اومدش که هاشم بیاد بگه خب قوم من خطاکار شد بیام خانه مقدسمو خراب کنم به جای اسرائیل. و بدین وسیله لازم اصلا نبود که خونه بیاد به تمیق داشت نابود ویران بشه خصف شانو. و از آمر هار هتوب هزه و لوانون و همینه که پاسخ می فهمید که این کوه خوب و این لوانون پیروش شموشه هایا عمود تورا که موشه ربنو یکی از پایه ها و ستون های تورا بود. توراتنو حق دوشا نیتینال یادو و انقدر موشه ربنو ستون قوی بود از تورا که تورا از طریق او به ما داده شد. و یروشلایم و او به تعمیق داشت هم عموده عبودا و یروشلایم و به تعمیق داشت ستون عبادت هشمه. در اون هر حبایی تو در یروشلایم بودش که ما میمدیم قربانی ها رو میابودیم عبادت های مختلف هشم انجام میدادیم. و ساور کی اشه ای کنس در سیسایل به ایوان بیت عب خیرا ایت خخ دو علی دو عمود اتورا و عبودا و یه تیخون اگامور که موشه ربنو فکر کرد که اگه من الان با این شرایط با قوم اسرائیل وارد ارس اسرائیل بشم که من یک ستون تورا هستم و ستون عبودا که اون یروشلایم و بیت امقداش خواهد بود من دنیا رو به اون هدف کامل خودش میرسونم. و شیب لو اقادش بارخو و هشم اومد بهش جواب داد ال توسف دابر الای اول به دوازده که روی این مرتب نیا ال توسف که روی این مرتب دیگه با من نیا صحبت بکن بیشتر از این صحبت نکن که عدین لو هیگی از شعات تیقو نگامون. اشتباه مشربین این بود که اون موقع تکامل کامل دنیا نیومده بوده بین اسرائیل به اون درجه هنوز نرسیده بودن و همین مشربین بایش گفت دیگه تفیلا نخون بیشتر از 515 بار نخون نه این وقتش نشده تفیلا نخون. سو این تفسیر دلیل اینه که چرا مشربین اومد 515 بار به هشم تفیلا خون که وارد ارس اسرائیل بشه و هشم بهش گفت نه دیگه نخون چرا که
اون موقع وقتش نبوده. ایشالا قدرش پاکو کمک کنه که در دوره ما بیت المقدس آباد بشه، که نهایتا همگی بیایم و با تورا و اون عبودهی که در بیت المقدس هشم بمون میده عبادت کامل هشم کنیم. به نمر آمین.